رسانه که اونا دارن رسانه که دروغ میگه گولت میزنه در نیاز به وجود میاره اگه رسانه ما دروغ نمیگن چرا میگه اینا همون کار دارن میکنن مردم بدبخت شدن رسانه نباید مخدر باشه رسانه نباید این باشه که من بشینم پای فلان برنامه تلویزیونی یک ساعتونه مشکلات یادم بره چرا چون دارم میخندم به چی میخندم بیبهانه بخند این رسانه باید به تو یاد بده چطور مشکلات رو حل کنی رسانه ما رسانه ای که از حق باید نشعت بگیریم ما این نقد داره به بسید داشتیم خودمون که همه شده مسابقه و مربع و ستاره و سوالاتی که توی این مسابقه داره پرسیده میشه نگاه کنی چه درد زندگی طرف میخوره برخش به درد میخوره 90 درصدش به درد نمیخوره نگاه میکنم یه بر یه س... ممکنه سوال بشه اصلا در توی یه تلاتوم صحیح بهداشتی بده آقا میرسیم مواد داره. مثلا غذایی این چی هم داره آقا باز از مت بجون که اینا به سبد غذایی اضافه می‌کنم یک موقع هست مثلا میگه که آقا سومین کومور در دنیا هر موقع لازم بشم تو گوگل ادغ سرچ می‌کنم سومین کومور در دنیا چه دردمان میخوام که فکر کنید به رسانه که بیاد مثلا گینس هی آقا من مثلا میام روی کوچکترین دو چرخه دنیا پدال میزنم چه کاری برو دوچرخه دو چرخه درست و سابی سوار شد آقا تو گینس اسمم هم سبت کرد چی شده؟ شست و یکی سوستون تو اسم توی دقیقه بخور هست بزنی تو اینترنت بزنی گینس آقا نم صد تا لباس رو هم تونستم تنم کنم می تو چوب لباسی می کمود دیوانه ای تو مگه حالت خوشه این نتیجه چیه رسانه ای که میگه یه دقیقه گل بخور حواست به من باشه صبح تا شب کار کن شب تا صبح حال کن پول تو همونجا برو حال کن ما با چیزای دیگه کار نداشته باشه چیزای دیگه کار نه, نه رسانه ای که بیاد واقعیت تو گزارش بده بی کم و کاست نه بی خود بزرگ نمایی کنه نه چی؟ نه از کاه کوه بسازه نه کوچک نمایی کنه نه نیست اصلا همچی مشکلی تو جامعه نیست یه بگی تو هست یکی از جاسوس هایی که گرفتن تو ایران شوهر همین حاله اسفندیاری بود تو ایران این آدم مسئول این بود تو دهه هفته به مسئولین صدا و سیمای ما اینو القا کنه که شما صدا و سیما کارش معلمی و آموزش نیست شما فقط کارتون انترتیمنته تفریه برنامه مردم خوش باشن به تو چه اومده آموزش میدی مردم خب این نگاه بود امام چی میگه به سدرسی ما دانشگاه هست